آزادکارای کشورمون در جام جهانی 2014 بعد از پیروزی مقتدرانه برابر های ارمنستان، ترکیه و البته آمریکا یا میزبان امشب برای فینالیست شدن هند رو پیش رو دارن که خب قابل پیش هم هست که این تیم رو شکست بدن و به فینال بدن اما اوج درخشش تیم کشورمون بانداد امروز بود که تیم ملی آمریکا رو در لس آنجلس شکست داد قدرت نمایی ایران مقابل آمریکا در دایره تلایی کشتی آزاد ایران یک گام تا فینال جام جهانی 2014 سالن مسابقات شهر لس آنجلس بامداد امروز به وقت تهران شاهد رویارویی کشتیگیران ایران و آمریکا بود. سالنی که 17 هزار نفر گنجایش داره و در تسخیر ایرانیان بود. ولی پوشان کشورمون پس از پیروزی مقابل ارمنستان و ترکیه با روحیه دوچندان به مساف میزبان رقابت ها رفتند و پنج سه به پیروزی رسیدند در 57 کیلوگرم حسن رحیمی این کشتیگیر کاربلند با زیرگیری های پی در پی حریفش رو وادار میکرد از توشک خارج بشه و در نهایت با نتیجه 8 سف پیروز شد برای تیم ما و تیم امریکا در 61 کیلو مسعود اسماعیل پور در پیکاری دیدنی و البته سخت و نفسگیر ده هشت ریس هامفری دیگر نماینده آمریکا را شکست داد برای مسعود اسماعیل پور در 65 کیلو میسم نصیری 11 هشت باخت در 70 کیلو مصطفی حسین در 3 دقیقه اول بسیار حساب شده کشتی گرفت و از کشتیگیری که یک ماه قبل جردن باروف رو برده بود یک امتیاز گرفت حسین خانی در ادامه مردانه جنگید و از این یک امتیاز محافظت کرد تا یک پیروزی با ارزش رو نصیب ایران کنه و ایران سه یک پیش بیفته در 74 کیلوگرم عزت الله اکبری مقابل جردن باروفس کاری از پیش نبرد در 86 هم احسان لشگری مقابل کلایتون فاستر در حالی که دو امتیاز از دست داده بود با یک دوخم درخکن بسیار زیبا نتیجه رو مساوی کرد اما این کشتی پرفت خیز در نهایت هفت پنج به سود میزبان تمام شد در 97 کیلو رضا یزدانی مقابل برگمن آمریکایی در وقت اول با دو یک خم از زانو چار سف برنده شد یزدانی در تایم دوم هم برتریش رو به حریف دیکته کرد و با پیروزی 8 سفت توشک کشتی رو ترک کرد و سرانجام در 125 کیلوگرم کمیل قاسمی در مساف با دلگنوف یک سف پیروز شد تیم کشورمون پیش از رویارویی با آمریکا موفق شده بود ارمنستان رو با نتیجه 8-0 و ترکیه رو 7-1 شکست بده. تیم ایران امشب به وقت تهران در آخرین گام از گروه یک جام جهانی با هند روبرو میشه و در صورت پیروزی به فینال میرسه. با توجه به نتایجی که در گروه دو رقم خورده روسیه هم امشب در صورت پیروزی مقابل گرجستان به فینال خواهد رسید و به احتمال زیاد ساعت چهار و سی دقیقه بامداد فردا علاق مندان به کشتی شاهد رویارویی ایران و روسیه برای کسب عنوان قهرمانی خواهند بود.